بیننده یه نیمه دوم چشمانداز شنبه شب هستید. به این بخش از برنامه خوش آمدید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روز پنج شنبه در جمع بسیجیان در ورزشگاه آزادی تهران بر فعال بودن به گفته او دشمن علیه کشور تأکید کرد. آقای خامنه ای در حضور بسیجیان صحبت می کرد و این حضور را با اعزام نیروهای مردمی به جبهه در دهه 60 خورشیدی مقایسه کرد. رهبر حکومت ایران گفت اخیراً رئیس جمهوری آمریکا به سران اروپا گفته لکش کنده خواهد شد. گزارشی رو ببینیم که همکاران هم تهیه کردن. در این باره با دو میهمان گفتگو میکنیم. ورزشگاه آزادی تهران این بار شاهد رویدادی متفاوت از مسابقات ورزشی. 12 مهر ماه یکی از معدود دفعاتی که زنان هم اجازه ورود داشتند. همراه هزاران پاسدار و بسیجی برای تماشای سخنرانی بالاترین مسئول جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه ای در جمع هوادارانش به کسانی که او دشمنان داخلی و خارجی خواند هشدار داد رؤیای 40 سالشان برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی خیال خام است. اخیراً شنیدم که رئیس جمهور آمریکا به بعضی از سران اروپایی گفته شما دو سه ماه صبر کنید بعد از دو سه ماه جمهوری اسلامی کلکش کنده خواهد شد که شطور در خواب بیند پنبه دانه. رهبر جمهوری اسلامی همچنین به حاضران یادآوری کرد در برابر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هوشیار باشند. توجه کنید ابزار رسانه ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است. ابزار رسانه رو تشبیه می‌کنند به سلاح‌های شیمیایی در جنگ نظامی. آیت الله خامنه ای تأکید کرد آنهایی که میگویند در شرایط کنونی راهی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد خائن هستند. من به حول و قوه الهی و با همراهی شما تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت این اتفاق بیفته در کشور. خامنه ای سال 79 خورشیدی هم در گرد همایی مشابهی سخنرانی کرد، زمانی که اصلاح طلبان روی کار بودند. در آن زمان خامنه ای از نوشته های انتقادی در مطبوعات گله کرد و بلافاصله فردای سخنرانی او بیش از 10 روزنامه توقیف شد. با گسترده شدن رسانه های فارسی زبان و شبکه های اجتماعی که گوی رقابت را از رسانه های دولتی ایران رو بوده اند، این بار هم گفته می شود سخنرانی آیت الله خامنه ای در ورزشگاه آزادی چراغ سبزی بود به عناصر تندرو حکومت برای توقیف و محدودتر کردن رسانه ها. و خب در واقع سخنرانی در جمع بسیجیان عنوان شد. چقدر حرفای آقای خامنه ای میتونه برای بدنه ارتش، سپاه و بسیج دلگرم کننده باشه؟ در واقع اگر فرض رو بر این بگذاریم که دغدغه‌ای دارن، نگرانی دارند، در واقع برطرف کننده اون نگرانی باشه از نگاه شما؟ ببینید اساسا تکست به اصطلاح متن سخنان آقای خامنه‌ای رو اگه ببینید میبینید که همش یه مشت حرفایی بود که آقای خامنه‌ای تو این چند سال دارن میزنن، یعنی و از این رو باید در واقع اون چارچوب بس و اون کانتکست رو دید که چرا اساسا آقای خامنه‌ای انتخاب کردن که بیان و تو ورزشگاه آزادی صحبت کنن. این ابراز وجودی اساسا در برابر براندازان و مخالفان و جمله کسایی که در حتی در داخل و مردمی که در واقع اعتراض میکنن، آقای خامنه‌ای خواسته هم ابراز وجود بکنه در برابر اونها و هم خواسته در واقع یک نوع اطمینان بخشی بده به بدنه هوادار خودش، وگرنه اون فرماندهان ارتش و فرماندهان سپاه به خوبی میدونن که ایران قدرت ایستادگی نظامی در واقع در مقابل کشورهای حتی منطقه رو نداره. و در قسمت دوم آقای موفق بود آقای خامنه‌ای؟ اینکه خب بالاخره شما باید واکنش‌ها رو ببینید بدنی، چون اون کسایی که تو ورزشگاه اینا جمع کردن
بسیجی ها بودن و اساسا بسیجی ها به قولی نگفتم واسه آقای خامنه ای شعار میدم و نیازی نیستش که حالا حتما آقای خامنه ای بخواد برای اینها خیلی سخنهای خیلی خاصی هم بگه. نه، من فکر میکنم در واقع این یه حتما اون بدنه هوادارش رو تشجیع کرد، به اصطلاح در واقع تشویق کرد برای اینکه به هواداری خودش در برای نظام اسلامی ادامه بده. و شما میبینید که حتی در این راه زنها رو هم آوردن. جالبه، همین چند ماه پیش یکی از مقامات مربوط در واقع در جمهوری اسلامی، که از مقامات مربوط گفته بود که تو بحث ورود زنان به ورزشگاه گفته بود زیرساخت‌ها آماده نیست، ولی خب ما دیدیم که برای سخنرانی آقای خامنه‌ای انگار زیرساخت‌ها خیلی سریع آماده شد و زنان تونستن با جمعیت قابل توجهی در ورزشگاه حضور داشته باشن. البته با جداسازی. ممنونم آقای کیانی، اجازه بدید که بردی اینجا پرسش داره. آقای فتاپور، آقای خامنه‌ای اظهار می‌کنن که آمریکا در موضع قدرت نیست به خاطر اینکه در واقع عنوان کرد کسانی که حرف از این می‌زنن که ایران در بن‌بست گرفتار شده و تنها راه حل مذاکره هست خیانت می‌کنند. از اون طرف می‌بینیم که در واقع آقای ظریف می‌گوید که باید تغییراتی آمریکا ایجاد کنه در دولتش تا ما گفتگو کنیم. این بحث رو چه می‌بینید؟ و من پرسش نهاییم از شما این هست که راه حل جایگزین آقای خامنه‌ای چی هست؟ ببینید آقای خامنه‌ای، این بحث بن‌بست خب یک بحث درستیه، ولی آقای خامنه‌ای کلاً انسان وقیحی هستن. یعنی من این وقاحت رو که میگم از منظر این نیستش که حالا بخوام مثلا توهینی خدای نکرده حالا بکنم مثلا به کسی، نه، ایشون از منظر صفات ایشون میگم. ایشون مثلا تو همین سخنرانی نگاه کنید، برگشتن گفتن که ما مشکلات اقتصادی ما یکی اینه که ما فرهنگ صرفه‌جویی نداریم و اسراف میشه در مملکت. خب اصلا ایشون انگار تو ایران زندگی نمی‌کنن. حالا مگه مردم مثلا بخش قابل توجهی از مردم مثلا اصلا چیزی در واقع مصرف میکنن به صورت خیلی خاص که حالا بخوان اسراف نکنن و یا صرفه‌جویی کنن؟ خانم سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس همین اخیراً پارسال بود فکر کنم گفته بودن که تو منطقه در تهران معلمای یک مدرسه پول رو هم می‌ریختن و به نونوای محل می‌دادن تا به مردم نون رایگان بده، و وقتی خانم جلودارزاده ازشون می‌پرسه که چرا چنین چیزی رو انجام میدن، گفتن که نمی‌خوایم دانش آموزا سر کلاس از گرسنگی سرگیجه بگیرن و بیهوش بشن. یعنی می‌خوام ترسیم کنم که بخشی از مردم اینگونه دارن زندگی می‌کنن و بخش قابل توجهی از مردم هم هستن، و آمار و میزان‌های رسمی هم که از اون از ایران در واقع داره توسط ما در برای جایگزین آقای کیانی جایگزین بر سر مذاکره بحث بن‌بست بود. می‌خواستم بگم وقاحت آقای خامنه‌ای رو می‌خواستم در واقع به شما نشون بدم که اساساً مشکلات رو نمی‌بینم. در مورد جایگزین هم تجربه برجام نشون داد که آقای خامنه‌ای اساساً قائل به یعنی نرمش‌های خاص خودشون رو صورت خواهند داد، و اگر این فشار سنگین‌تر بشه آقای خامنه‌ای هم کوتاه خواهند، چون آقای خامنه‌ای یک غریزه بقای قدرتمندی دارند که این غریزه بقا رو به جای خودش در واقع نشونم میدن. ما تو بحث برجام دیدیم که اون موقع هم در واقع نزدیک بود که تحریم‌های نفتی به صورت کامل انجام بشه و خرید نفت از جمهوری اسلامی به صفر برسه، که خب آقای خامنه‌ای پروژه برجام رو پیش بردن و با کارت سوریه هم البته بازی کردن و در برجام هم به نفت یک منافعی برای جمهوری اسلامی هم کسب کردن. الان هم که از نوامبر در واقع تحریم‌های نفتی جدید شروع بشه، قطعاً جمهوری اسلامی برخلاف این ادعاهای آقای خامنه‌ای که به یک نوع خودارضایی سیاسی در واقع شبیه هستش، اون مناصب می‌کنن که در واقع بقای خودشون رو داشته باشن و پای میز مذاکره آقای کیانی. به نکته خوبی آقای فتاپور اشاره کردن. آقای خامنه ای در همین سخنرانی در واقع عنوان کرد کسانی که حرف از این میزنند که ایران در بن‌بست گرفتار شده و تنها راه حل مذاکره هست خیانت میکنند. از اون طرف میبینیم که در واقع آقای ظریف میگوید که باید تغییراتی آمریکا ایجاد کنه در دولتش تا ما گفتگو کنیم. این بحث رو چه میبینید؟ و من پرسش نهاییم از شما این هست که راه حل جایگزین آقای خامنه‌ای چی هست؟ ببینید آقای خامنه‌ای، این بحث بن‌بست خب یک بحث درستیه، ولی آقای خامنه‌ای کلاً انسان وقیحی هستن. یعنی من این وقاحت رو که میگم از منظر این نیستش که حالا بخوام
مثلا توهینی خدای نکرده حالا بکنم مثلا به کسی، نه ایشون از منظر صفات ایشون میگم، ایشون مثلا تو همین سخنرانی نگاه کنید برگشتن گفتن که ما مشکلات اقتصادی ما یکی اینه که ما فرهنگ صرفه‌جویی نداریم و اسراف میشه در مملکت. خب اصلا ایشون انگار تو ایران زندگی نمی‌کنن. حالا مگه مردم مثلا بخش قابل توجهی از مردم مثلا اصلا چیزی در واقع مصرف میکنن به صورت خیلی خاص که حالا بخوان اسراف نکنن و یا صرفه‌جویی کنن؟ خانم سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس همین اخیراً پارسال بود فکر کنم گفته بودن که تو منطقه در تهران معلمای یک مدرسه پول رو هم می‌ریختن و به نونوای محل میدادن تا به مردم نون رایگان بده، و وقتی خانم جلودارزاده ازشون میپرسه که چرا چنین چیزی رو انجام میدن، گفتن که نمیخوایم دانش آموزا سر کلاس از گرسنگی سرگیجه بگیرن و بیهوش بشن، یعنی میخوام ترسیم کنم که بخشی از مردم این گونه دارن زندگی میکنن و بخش قابل توجهی از مردم هم هستن، و آمار و میزانهای رسمی هم که از اون از ایران در واقع داره توسط درباره جایگزین آقای کیانی جایگزین بر سر مذاکره بحث بنبست بود. میخواستم بگم وقاحت آقای خامنه‌ای رو میخواستم در واقع به شما نشون بدم که اساسا مشکلات رو نمیبینم. در مورد جایگزین هم تجربه برجام نشون داد که آقای خامنه‌ای اساسا قائل به یعنی نرمش‌های خاص خودشون رو صورت خواهند داد، و اگر این فشار سنگین تر بشه آقای خامنه‌ای هم کوتاه خواهند، چون آقای خامنه‌ای یک غریزه بقای قدرتمندی دارن که این غریزه بقا رو به جای خودش در واقع نشونم میدن. بسیار. ما تو بحث برجام دیدیم که اون موقع هم در واقع نزدیک بود که تحریم‌های نفتی به صورت کامل انجام بشه و خرید نفت از جمهوری اسلامی به صفر برسه، که خب آقای خامنه‌ای پروژه برجام رو پیش بردن و با کارت سوریه هم البته بازی کردن و در برجام هم به نفت یک منافعی برای جمهوری اسلامی هم کسب کردن. الان هم که از نوام در واقع تحریم‌های نفتی جدید شروع بشه، قطعاً جمهوری اسلامی برخلاف این ادعاهای آقای خامنه‌ای که به یک نوع خودارضایی سیاسی در واقع شبیه هستش، اون معنا سعی می‌کنن که در واقع بقای خودشون رو داشته باشن و پای میز مذاکره. یعنی آقای خامنه‌ای میگن نظام لیبرال دموکراسی امریکا مفتضح شده، با توجه به اینکه نظام واقعی امریکا نظام جمهوری مبتنی بر قانون اساسی است و همه کشورهای جهان از ابتدای تشکیل دولت امریکا تا الان مو به مو سعی در تقلید این نظام دارن با تفکیک قوا، مجلس. بسیار. همه دارن این کارو میکنن من جمله جمهوری اسلامی. چقدر به نظرتون این گفته درسته که نظام امریکا مفتضح شده؟ آقای کیانی در یک دقیقه خواهش میکنم. اساسا من فکر میکنم که این جمله آقای خامنه‌ای نیازی به پاسخ آنچنانی نداره. شما کافیه که در واقع وضعیت فعلی ایران رو ببینید، با وضعیت فعلی آمریکا مقایسه کنید. من میگم علاوه بر وقاحت ایشون دروغگو هم هستن. ایشون میگن که جمهوری اسلامی تونسته اعتبار و احترام ایران رو در منطقه و جهان بالا ببره. تو همین سخنرانی گفتن خب از اعتبار پاسپورت ما اعتبار پیدا، سربستان اومد ویزا رو برای ایرانی‌ها برداشت، اونقدر پناهجوی ایرانی به اون کشور سرازیر شد که اخیراً خوندم دوباره میخوان ویزا رو برقرار کنن. ما در دنیا به عنوان بزرگترین دولت حامی تروریسم شناخته میشیم. شما الان تشریف ببرید ترکیه، در ترکیه در یک بانک ترکیه حساب باز کنید، تصمیم بگیرید پول انتقال بدید مثلا به کشور مثل همون آمریکا. بسیار. در حد 500 دلار یا 1000 دلار، رقم‌های محدود، شما نمیتونید. چرا نمیتونید؟ چون بسیار. ایرانی هستید. یعنی میخوام بگم که در واقع اون وضعیت فعلی ایران رو مقایسه کنیم با وضعیت فعلی آمریکا، میتونیم بفهمیم لیبرال دموکراسی موفق بوده یا مردم سالاری دینی مورد ادعای آقایان. سپاسگزارم از مهدی فتاح‌پور، فعال سیاسی چپ از کل